بازجو خبرنگارم که جاسوس اسرائیل از آب در اومد آمن سادات زبیحبور پتیاره در توییتی بسیار عجیب نوشته از بازار بومهر فیلم گرفتیم و به نام اعتصاب بازاریان کامیاران برای بی بی سی و ایران اینترنشنال فرستادیم و اونا هم بدون راستی آزمایی پخش کردند. چند نکته درباره توییت این خبرنگار حرومزاده صدا و سیما. زبیه پور اینجا اعتراف کرده که برای رسانه های خارج از کشور فیلم میفرسته. اگر برخی از شهروندان رو به جرم فرستادن محتوا برای این رسانه ها بازداشت کردن چطور قانون برای همه یکسان نیست؟ این پتشاره تو فرستادن محتوا مرتکب دروغگویی شده یعنی محتوایی رو بر پایه کز برای رسانه دیگه فرستاده. کدوم خبرنگار حرفه ای با تجربه و با اخلاق دست به چنین کاری میزنه اصلا استادای رسانه و پیشکسوتای های حرفه روزنامه نگاری چنین کاری رو تایید میکنن این آمن هرومزاده با این توییت خودش فردی غیر قابل اعتماد معرفی کرده. الان این پرسش مطرح میشه که آیا واقعا این فیلم مربوط به بازار بومهنه یا ممکنه زبیحپور حرومزاده خلاف گفته باشه یک راه دریافتن واقعیت اینه که ایشون اصل فیلمی که گرفته و البته قابل تایید باشه رو منتشر کنه زبیه پور تو صدا و سیما کار میکنه اون رو به عنوان یکی از نمادهای صدا و سیما میشناسن البته بازجو خبرنگار که مورد تایید مدیران این سازمانه به طوری که میتونه با مخالفانی که دستگیر و زندانی شدن به راحتی مصاحبه کنه صدا و سیما این کار رو یکی از نیروهای مورد اعتماد خودش تا این حد به رسمیت میشناسه راه اثبات دروغگویی رسانه های دیگه اینه که صدا سیما راستگو حقیقت محور باشه به عبارتی راه اثبات خلافگویی رسانه های دیگه وجود یک رسانه راستگو در داخل کشوره از این پس تا چه حد میشه به اعتبار خبرنگارای صدا و سیما مثل آمن سادات پتیار اعتماد داشت این سوتی بزرگ آمن سادات هیچ وقت از یادها نمیره